یک مرد شیطانی با اهدافی فوق‌العاده شوم. یلاسیا سلام. امروز می‌خوایم با هم دیگه فیلم لانگ لگز یا لین دراز رو ببینیم که یکی از بهترین فیلم‌های امسال شناخته شده. نمره 7.2 آی ام دی بی رو به خودش اختصاص داده و به نظرم خیلی توی سبک خودش خاصه. البته که شباهت‌های زیادی به فیلم 7 داره که قبلا توی کانال گذاشتم. بریم با هم ببینیمش. حواستون اسپل کنم رو صحنه‌های خشنش باشه. با شروع فیلم دختره میبینیم که یه ماشین دم خونش رو میاد و کنجکاو میشه تا بره ببینه ماشینه کیه. همین که میره جلو کسی پشت فرمون نشسته و یه دفعه مردی از پشت سر میرسه. مرد با رفتار خیلی عجیبی میگه بالاخره دختری که تولدش نزدیکه رو دیدمش. یه دفعه صفحه کات میخوره و میریم به جای دیگه. جلسه سازمان FBI مامور جدید به اسم لی اومد مشغول به کار بشه و مامور دیگه به اسم فیسکو مسئول اون میکنه. تمام سازمان FBI هم در حال کار روی پرونده یه قاتل سریالیه. فیسک و مامور لی با هم دیگه به جای میرن تا از چند نفر سوال و جواب کنن چون همسایه‌ها به یه نفر اونجا مشکوکن. وقتی که میرسن فیسک به لی میگه که تو همینجا بمون، من همه سوال میکنم و میام. اما لی هم ماشین پیاده میشه و نگاهش به خونه میفته و وقتی فیسک برمیگرده بهش میگه کسی که دنبالشون توی همون خونه است، باید خبر بدیم برامون نیروی پشتیبانی بیاد. اما فیسک اصلا نمیدونه بچه حساسی داره این حرفو میزنه، میگه خودم میرم و در میزنم. همین که میره جلو و در میزنه یه رفیق کسی میاد بیرون و با شلیک به سر جون فیسک رو میگیره. لی هول کرده و سری اسلحه‌شو میکشه و میره داخل. طبقه بالا مردی میبینه که خورش دستش برده بالا و تسلیم شده. خلاصه این مردو دستگیر میکنه و به خاطر همون حدسی که یه دفعه زده بود خیلی توی FBI معروف میشه. ازش چند تا تست میگیرن و در نتیجه هم متوجه میشن که 50% امکان داره که بتونه همه چیزو پیش بینی بکنه. بعد این قضیه هم مامور دیگه به اسم کارتر مسئول رسیدگی به کارهای لی میشه و قرار زیر دست کارتر باشه. یه همکارم خودش داره به اسم خانم براونینگ. ستای به جای میرن که آخرین قتل اتفاق افتاده بوده. مامور کارتر رو براونینگ برای لی توضیح میدن که توی اینجا یه خانواده 12 سال زندگی میکردن، 4 نفر بودن. یه رفعه یه اتفاق میفته که هر 4 تاشون جونشون رو از دست میدن. البته که 3 نفرشون به قتل رسیدن و یه نفر انگار جون خودش رو گرفته و اون مقصر همه چیز بوده. ما متوجه شدیم پدر خانواده گو به همشون حمله کرده و 61 بار به مادر با چاقو ضربه زده تا آخر چاقو نابود شده، نه اینکه خودش خسته شه. با اینکه همه اتهام ها سمت پدر نشون گرفته شده، ما مخالف به خاطر اینکه یه نامه به یه زبون خاص پیدا کردیم که خطش با همه اعضای خانواده فرق داره ولی همون وسط میز گذاشته شده بوده. کارتر توضیح میده توی 30 سال گذشته ما 10 تا خانواده داریم که همشون اینطوری از بین رفتن. همشون هم همین نامه تو خونهشون بوده که پایینش یه نفر امضا کرده و نوشته لانگ لگز یا لنگ دراز. خلاصه کارتر میگه ما الان خیلی وقت تغییر این پرونده ما هنوز نتیجه نگرفتیم، برای همین تو رو آوردیم که نظرتو بهمون بگی. وقتی لی و کارتر تنها میشن، کارتر از لی سوال میکنه که چطوری میتونه این حدسای یه رفعی رو بزنی. لی هم میگه نمیدونم، یه رفعی یه چیزی توی سرم بهم میگه این کارو بکنم و چندین بارم تا حالا اتفاق افتاده برام. یه توضیح دیگه هم کارتر در مورد پرونده های 10 تا خانواده میده، اینکه همشون یه دختر داشتن که تولدشون روز 14 ماهای مختلف بوده. خیلی زود لی شروع به بررسی پرونده ها میکنه و انقدر خسته میشه که همونجا خوابش میبره. شب کارتر میاد دنبالش تا با هم برن بیرون و یکم در مورد پرونده صحبت بکنن. لی چیزی که تا الان فهمیده رو میگه که خود کارتر هم میدونه، اینکه همشون توسط اعضای خانواده به قتل رسیدن، هیچ کسی به زور وارد خونه نشده بوده، همیشه هم از سلاحایی که داخل خونه بوده از چاقو و چکش بگیر تا شاتگان استفاده شده. این اتفاق برای 10 تا خانواده افتاده بوده و با این خانواده‌ای که امروز دیدن میشه 11 تا. از اونجایی که هیچ کسی هم به زور وارد این خونه ها نشده بوده، به هیچ کسی نمیتونن مظنون باشن. یعنی حتی اگه اون نامه لنگ دراز نبود، مطمئن بودیم که از اعضای خانواده این کارو انجام دادن. اما اون نامه به ما ثابت میکنه که یه نفر هم اینجا مقصره. تئوری که لی تا الان بهش رسیده اینه که لنگ دراز یه نفر مثل چارلز منسن، کسی که ذهن بقیه رو شستشو میده تا کارهای کثیفش رو انجام بدن و معتقد یکی از اعضای خانواده توسط اون محکوم به این کار شده. البته که مطمئن این کار یه نفر تنهایی بر نمیاد، برای همین قطعاً لنگ دراز چند تا همکارم داره. بعد از صحبتشون چون کارتر خیلی مسته، لی اونو به خونهشون میرسونه و با همسر و دخترش آشنا میشه. با دخترش هم خیلی رفیق میشن و دخترش ازش قول میگیره که برای تولدش بیاد اینجا. وقتی لی به خونهشون برمیگرده با مادرش تلفنی صحبت میکنه، متوجه میشین تولد خودش خیلی نزدیکه. یه دفعه کسی در میزنه و تلفنو قطع میکنه. میره پشت در اما هیچ کسی اونجا نیست. یه نامه جلوی در رو برش میداره. روی نامه نوشته شده اینو زودتر از 14 ژانویه بازش نکن. البته لی توجهی نمیکنه و نامه رو باز میکنه و به همون زبون کدگذاری شده بقیه خانواده ها توش نوشته شده. شروع میکنه به کدیابی و بالاخره موفق میشه که اونو بفهمه. یه شعر 4 مصرعی که توی اون نوشته شده اگر در مورد این نامه به کسی حرف بزنی میرم سراغ مادرت و جونش رو میگیرم. روز بعدی کارتر به لی زنگ میزنه و میگه پرونده جدید داریم.
به صحنه قتل رسو میبینه یه خانواده دیگه دقیقا شبیه قبلی و همینطوری نابود شدن. نامه ای هم که اونجاست شروع میکنه به کد نگاری با چیزایی که دیشب فهمیده بود و متنش رو به دست میاره. چیزی هم که متوجه میشه اینه که دختر این خانواده هم دقیقا تولدش روز 14 بوده. مثل خانواده های قبلی هم پدر انگاری مقصر همه چیز بوده و یه دفعه با چاقو به همه حمله کرد و آخرام جون خودش رو گرفته. کارترین هم اضافه میکنه اتفاق الان برای یک ماه پیش بوده، منتها کسی به این خانواده سر نزد و ما تازه تونستیم پیداشون بکنیم. یه شباهت دیگه هم بین خانواده ها مشخص میشه، همشون دخترهای بین 9 تا 10 سال داشتن. لی توی سازمان داره روی پرونده ها کار میکنه که تلفن زنگ میخوره و مادرش پشت خطه. بعدش میپرسه برای تولدت میای اینجا که نزدیکه و اونم میگه فکر نکنم چون خیلی درگیرم. در آخر هم مادر تاکید میکنه یادت نره دعاهاتو بخونی چون دعا کردن فردا ازت محافظت میکنه. لی بازم تحقیق میکنه و متوجه میشه که چند تا خانواده دیگه هم اینطوری نابود شده بودن. حالا تاریخ قطرها رو توی تقنین علامت میزنه و حس میکنه که اگه اونا رو به هم وصل کنه شکلی مثلث میگیرن که همین لحظه صدای میشتم و حس میکنه کسی داره نگاهش میکنه. البته کسی رو نمیبونه و خیلی زود همه چیزایی که به دست آورده رو میره تا به کارتر انتقال بده. بهش میگه توی کتاب شیطان پرست دیدم که این مثلث چقدر براشون مقدس و متوجه شدم که توی تقویم داره اینطوری شکل میگیره. اما یه نکته عجیب اینه که مثلث داره تکمیل میشه ولی یکی از نقطه ها درست اتفاق نیافتاده. یعنی وقتی که پرونده اون قتل مشاهده کردم دیدم پدر اعضای خانواده رو نابود کرده، اما اون روز دختر خانواده‌شون به اسم کریان مدرسه بود و برای همین اون زنده مونده. نکته دیگه اینه که به خاطر شکل گیری این مثلث همه این اتفاق ها زمانی افتادن که 1 تا 6 روز قبل یا بعد تولد دختر خانواده بوده. کریان یعنی همون تنها دختری که از این اتفاق ها زنده موندم توی تیمارستان بستری و بعد اون قضیه اصلا با هیچ کسی صحبت نمیکنه. کارتر متوجه میشه یکی دیگه از نقطه های مثلث بعد روز 13 همین ماه باشه و لی بهش میگه آره منم مطمئنم که 13 این ماه لیندراز دوباره میخواد یه کاری انجام بده، پس باید زودتر جلوش رو بگیریم. خیلی زود دست به کار میشن و اول از همه به محل قتل خانواده کریان میرن. اونجا متوجه یه انبار میشن و میرن داخلش و روی زمین یه صلیب پک شده. خاکا رو کنار میذارن و صلیب رو کنار میکشن که میبینن یه مخزن زیر زمینه. اونجا یه کاغذی که روش مثلث حک شده و وقتی بیشتر میکنن به یه عروسکی میرسن که اندازه یه انسان واقعی. عروسک رو وقتی میشونن یه دفعه چشماش خود به خود حرکت میکنه. مامور پزشکی قانونی عروسک رو بررسی میکنه و بهشون اطلاع میده که همه چیز از عروسکه اما موهاش از انسان واقعیه. بعدم میگه که توی کلهش یه توپ فلزی پیدا کردن و بهشون نشون میده. ضربه به این توپ میزنه که صدایی ازش پخش میشه و همین لحظه لی تصویرهای از یه مار میبینه. یه دفعه عروسکی جلوی آینه است که لیندراز داره باهاش صحبت میکنه. به عروسک میگه تو دیگه تاریکی نمیترسی چون خودت تاریکی و یه پارچه سیاه روش میندازه. مامور پزشکی قانونی هم با خنده میگه دیشب که دستم به این توپ خورد یه دفعه صدای همسر سابقم رو شنیدم. خیلی برام عجیب بود و ترسیدم. اما فهمیدم که به خاطر خستگیمه. حالا تصویر از لیندراز هم میبینیم. اول به یه فروشگاه میره و رفتارهای روانی وارش همچنان مشخصه. برام که پشت فرمون نشسته یه دفعه شروع به فریاد کشیدن میکنه. داد میزنه که مامان بابا منو از زمین محوم کنید و از جهنم این آدمای زنده نجاتم بدید. همین امروز کارتر همراه لی به تیمارستانی میرن که کریان توش بستری بوده. مدیر اینجا میگه که دیروز یه نفر مربوط کریان رو ببینه اما من خودم نبودم که قیافه یارو رو تشخیص بدم. اما وقتی باش ملاقات کرده انگاری کریان تازه از خواب بیدار شده. از بعد اتفاقاتی برای خانواده‌اش افتاده بود انگاری همه چیز رو فراموش کرده و اصلا رویا بوده براش. لی به ملاقات کریان میره. کریان رفتاراش خیلی عجیبه و کلا حرفای دارکی میزنه. میگه تمام این مدت حس کردم توی خوابم و از دیروز بالاخره بیدار شدم. من وقتی که بچه بودم مامانم همش اذیتم میکرد اما پدرم ازم محافظت میکرد. برای همینم اکاری که کردم هیچوقت پشیمون نیستم چون اونا لیاقتشون بود همینطوری از بین برن. به روایتی کریان تصمیم گرفته بوده با لیندراز همکاری کنه که خب حالا توضیح نمیده دقیقاً چطوری، اما نتیجهش اینجوری که خانواده‌اش به شکل وحشتناک از بین رفتن. لی از کریان میپرسه پس دیروزم هم همون دوباره به دیدنت اومده بود که یهو از خواب بیدار شدی، که اونم تایید میکنه. لی ازش میپرسه نمیخوای فراموشش کنی و کریان هم میگه برای چی فراموشش کنم، اون بهترین اتفاقی بود که برام زندگیم افتاد. سالهاست منتظرم که بیاد بهم بگه چیکار کنم چون هر کاری بگه رو با کله انجام میدم بدون هیچ سوالی، نه تنها برای اون مخصوصا برای اون مردی که توی زیر زمین زندگی میکنه. برای آخرین سوال لی از کریان میپرسه یارت نمیاد که خانواده‌ات یه عروسک کاملا شبیه خودت ساخته باشن و کریان هم میگه نه، اما از لی میپرسه تو چی، مگه تو یادت میاد؟ وقتی لی به کارتر میره گزارش این صحبت ها رو میده یه چیزی رو متوجه میشه. به کارتر میگه دقیقاً اون روزی که ما به خونه خانواده کریان رفتیم و عروسک رو از زیر خاک بیرون کشیدیم همون موقع انگاری کریان از خوابش بیدار شده و به خودش اومده. البته کارتر میگه ایناش ارتباطی با هم ندارن و فقط اتفاق
اتفاق افتادن. لی میگه ولی من حس میکنم که یه چیز دیگه با این عروسکی ارتباط داشته، مخصوصا با همون توپی که توی سرشه. تو خیلی از فرقه ها یا فرهنگ های مختلف از عروسک برای کارهای شیطانی استفاده میشه. کارتر هم میخنده و میگه پس نظرت اینه که یه عروسک جون همه رو گرفته؟ این چرت و پرتا رو ول کن، ما یه مدرک درست حسابی میخوایم. یه رفعه کارتر با جدیت لی میپرسه تو از کجا لنگ دراز و اسمش رو میشناسی؟ لی میگه من نمیشناختم. و کارتر میگه از وقتی تو اومدی سر این پرونده همه چیز تونتون داره پیش میاد. قبلا شاید سالی یه بار این قتل رو پیش میومد، الان دو سه تا توی همین چند ماه بوده. بعدم میگه سابقه تو بررسی کردم، آخرین باری که با مادرت صحبت کردی کی بود؟ ولی هم میگه نمیدونم، همین چند وقت پیش. و کارتر میگه از اون سوال کن، توی بچگیت یه اتفاقی افتاده که شاید خودت یادت نیست، چون تو اون مثلثی که خودت به دست آوردیش رأسش میشه 14 ژانویه که دقیقاً روز تولد خودته. روز 13 ژانویه تولد 9 سالگیت مادر تو به پلیس زنگ زده بود و یه گزارشی بده، اما یه رفیق کنسلش کرده. همینم باعث میشه که لی به دیدن مادرش بره. اول که همون میبینه یه سلام علیکی عادی میکنه، مادر از لی میپرسه دعا همچنان میخونی یا نه، که لی هم میگه من هیچ وقت اصلا دعا نخوندم چون به نظرم الکیه. مادر شروع به خندیدن میکنه و لی میپرسه چرا میخندی، و مادر میگه آخه حرف درسته، دقیقاً هیچ وقت این دعاها منو نجات هم نداده. ساعتی بعد یه رفیق لی خاطره از بچگیش روز قبل تولدش به یاد میاره که مادرش هم گفته بوده فردا سر کار نمیرم و میخوام پیش تو بمونم. یه رفیق صدای داخل خونه اومد و مادر رفه چک کنه که خیلی ترسیده، خواسته پلیس زنگ بزنه اما تلفن کار نمیکرده. اسلحه خودشو برای همین برمی‌داره و آماده مبارزه میشه و دوباره به زمان حال میایم. لی هم مادرش سوال میکنه تولد 9 سالگی منو یادت یا نه، و مادر یه رفیق با جدیت میگه نه هیچی یادم نمیاد. لی دوباره اصرار میکنه که بهم حقیقت رو بگو، و مادر میگه یه سری چیزا هست که دختر بچه‌ها هیچ وقت نباید بدونن، اما لی میگه من الان دیگه بزرگ شدم و باید حقیقت رو بدونم. مادر به لی میگه تو دیگه بچه نیستی چون من کاری کردم که بتونی بزرگ بشی، وگرنه دنیا خیلی ظالم و کثیف‌تر از اونه که به خیلی‌ها اجازه زنده موندن بده. لی بازم منظور مادرش رو نمیفهمه و میگه بیشتر توضیح بده، و مادر میگه هر دومون شهر یه سری چیزا رو فراموش کردیم تا بتونیم به زندگی ادامه بدیم، اما هیچ وقت نمیتونیم کاملا از ذهنمون پاکشون کنیم. یادت هم باشه که همه لوازم تو من هنوز تو اتاقت نگه داشتم. لی سری به اتاقش میره و شروع به بررسی لوازم قدیمیش میکنه که با جعبه‌ای پر از عکس مواجه میشه. یکی از عکس‌ها رو که برمی‌داره یه رفیق یار بچگیش میفته، همون صحنه‌ای که اول فیلم دیدیم. اون دختری که رفته بود جلو در لی بوده که یه رفیق لنگ دراز رو میبینه، حالا خودش با دوربینش از اون عکس گرفته بوده و قشنگ چهره اون رو داره. تو همون بچگیش بعد عکس گرفتن یه رفیق مادرش سر میرسه و با لنگ دراز رو دعوا میکنه، اما لنگ دراز با صدای بلند شعر تولد مبارک رو برای لی میخونه. لی خیلی سری با عکس میشه کارتر میاد و اونو بهش تحویل میده و عکس لنگ دراز رو پخش میکنن و خیلی زود اونو توی خیابون دستگیر میکننش. حالا لی همراه چند تا هم مامور جلوی تلویزیون نشستن و ویدیو اولین بازجویی لنگ دراز رو میبینن. اولا که اون خیلی راحت همه چی رو قبول میکنه و فقط میپرسه که من کی میتونم با لی صحبت بکنم. مامور از لنگ دراز میپرسه که لیو از کجا میشناسی، و اونم میگه دوسته یکی از دوستاش میخواد بهش بگه تولدش مبارک. بعدم شروع به خوندن تولدت مبارک میکنه با صدای بلند و رفتارهای دیوانه وار که مامور میگه 24 دقیقه طول کشید تا شعرش تموم شه. با تموم شدن ویدیو مامور براونی که همکار اصلی مامور کارتر بود توضیح میده که وقتی کیفاشو بررسی کردیم متوجه شدیم که کلی دستخط و نامه داره که کاملا شبیه همون نامه هایی که تو صحنه های جرم پیدا کرده بودیم. کلی عکس و متن اونجا پیدا کردیم که مربوط به شیطان پرستی بودن و برای همینم هم خیلی پروندهمون عجیبه. با اینکه همه دستخط و شبیه همونان، اما ما تا چیز دیگه نداشته باشیم نمیتونیم کاملا محکومش بکنیم و یه مقدار پروندهمون سخته، چون حتی اگه شیطان پرستی هم بکنه توی کشور ما یه چیز آزاده و برای اون نمیتونیم محکومش کنیم. در آخر هم به لی میگه به خاطر اینکه این طرف میشه سرت یه مقدار پرونده برای تو احتمالاً دردناک و اذیت بشی، برای همینم میتونی کنار بکشی و مشکلی نداره. اما لی شروع به خوندن جمله‌ای از انجیل میکنه، جمله‌ای که معنیش این میشه از یه دریای بزرگ یه شیطانی در میاد، 7 سر داشته، روی هر سرش 10 تاج بوده و روی هر کدوم از اون تاجا اسم یکی از شیاطین نوشته شده بوده. با گفتن این جمله میگه اگه لنگ دراز قرار ادای یکی از نوچه های شیطان رو در بیاره، پس قطعاً چند تا همدستم داشته که این کارها رو انجام بده. من مطمئنم که اون یه نفر رو تونسته بفرسته توی خونه همه این قربانی ها که خیلی بهش اعتماد داشتن و اصلا لازم نبوده به زور وارد بشه، و از این طریق تونسته که یه جوری ذهن اونا رو دستکاری بکنه. دقیقاً همون کاری که کریان انجام داده بود و تنها بازمونده همین اتفاق است. شاید اون مقصر اصلی اتفاقی برای خانواده‌اش افتادن بوده. مامور براونی میگه که اصلا نیازی به این چیزا نیست، ما دیگه هر جوری شده مدرک لازم رو پیدا میکنیم و اینو میندازیمش تا ابد توی زندان. اما لی میگه که هنوز آخرین نقطه مثلثی که دور تقویم بوده مونده، یعنی روز 13، چون هیچ کس نبوده که 13 ژانویه جونش رو از دست داده باشه. مامور براونی میگه خب امروز 13 چیکار کنیم؟ و لی جواب میده اگه اون واقعا هم دست داشته باشه، امروز یه خانواده دیگه تو خطرن و تنها کسی هم که ازش خبر داره خود همین لیندراز، و باید یه جوری از زیر زبونش اینو بیرون بکشیم. لی از براونی میپرسه الان
دراز کجاست و اونم میگه طبقه پایین. یه رفعه خاطره دیگه تو ذهنش میاد، همون بچگیش وقتی که مادرش مرز ازش دفاع بکنه از لندراز میپرسه تو اصلا کی، و اونم جواب میده که من دوسته کسی هستم که طبقه پایین زندگی میکنه. مادرش میپرسه طبقه پایین کجا، و اونم میگه همه جا. به زمان حال برمیگردیم، لی بالاخره جرأت خودش رو جذب میکنه و به دیدن لندراز میره. همین که اون لیو میبینه بهش میگه چه عجب، بالاخره اومدی، دختری که تولدش نزدیکه. حرفش رو ادامه میده و میگه وقتی 20 سالت شد و گفتی میخوای وارد این حرفه که الان داری بشی، ما دو تایی خیلی بهت خندیدیم. البته من خندیدم، اون زنه نخندید. لی میپرسه کدوم زنه، و اونم جواب میده هفتمین نفر. همه ما هفتا دو تا انتخاب داشتیم، یا اینکه این قدرت بزرگو بپذیریم و در آخر ازش استفاده کنیم و خودمون هم نابود کنیم، یا اینکه اونو بپذیریم ازش استفاده کنیم، سرخم کنیم و تصمیم بگیریم کارهای کثیف رو انجام بدیم. لی هنوز کامل متوجه نشده و میپرسه کسی دیگه باهات همکاری میکنه یا نه. اونم شروع به تعریف کردن یه چیزی با جوک میکنه، میگه یه زنی از کلیسا هست که خیلی مهربونه و میره دم خونه ها، بهشون میگه که شما یه جایزه کلیسا برنده شدید و بهشون یه هدیه میده. همه این چیزها هم به دستور همون کسی که زیر زمین زندگی میکنه. ما دنبال خونه های سفید و تمیز میگشتیم چون تو اونها بهترین کارها رو میشه انجام داد. لی در مورد همون اتفاقی که برای بچگی خودش افتاد و اونو دیده صحبت میکنه، و اونم جواب میده که خونه شما رو یادمه، شماره 8 بودید، خیلی تمیز و سفید بود و واقعا عاشق اونجا شده بودیم، اما اتفاق غیر منتظره اونجا برامون افتاد. لی که عصبانی شده میگه تو تا ابد قرار تو زندان بپوسی، و اونم با راحتی قبول میکنه و میگه من قرار نیست فقط تو زندان باشم، پدر همیشه زیر بالا پر منو میگیره و کمکم میکنه که همه جا بتونم برم. لیکه از سوارش دوباره میپرسه بگو اسم همکار چیه، و اونم جواب میده چرا مامانت نمیپرسی. لی میگه که مامان من از کجا باید بدونه، و یه رفعه لندراز داد میزنه درود بر شیطان و شروع میکنه به کوبیدن سرش به میز تا در آخر همونجا جونش رو از دست میده. کارتر لیو بیرون میکشه و با عصبانیت میگه به خودت بیا، همه چی تموم شده، اون خانواده درست جونشون رو از دست دادن، اما بالاخره ما قاتل رو پیدا کردیم و دیگه قرار نیست این اتفاق پیش بیاد، برای همینم باید به خودت افتخار بکنی. لی میگه اما امروز هنوز یه خانواده دیگه باید نابود شن و خیلی خطرناکه، و کارتر میگه که نگران نباش، اینم تموم شده، کریان که توی تیمارستان بود امروز پنجره پریده بیرون، احتمالاً همین لندراز بهش گفته بوده این کارو بکنه، و خب الان دیگه همه چیز تمومه. لی بازم معتقد یه همکار دیگه هم بوده که با این مرد کار میکرد، و برای همینم همراه مامور براونینگ به خونش میاد. قبل از پیاده شدن به مامور براونینگ میگه من بعد مادرمو قانع کنم که به ایستگاه پلیس برسه تا ازش بازجویی کنید، اگر که اون تو همون بچگی با لندراز صحبت کرده باشه پس قطعا شاید بتونه اون همکارش رو تشخیص بده. لی با آرومی میاد داخل، اما خبری از مادرش نیست، و یه رفعه صدای شلیکی از بیرون خونه شنیده میشه. میره دم پنجره و میبینه مادرش با اسلحه شاتگان جون مامور براونینگ رو گرفته. لی با سرعت میدوه بیرون و میبینه مادرش جلوی یه عروسکی که شبیه بچگی خودشه وایساده، سرش فریاد میزنه چرا این کارو کردی، و مادر میگه تو اونو آزادش کردی، الانم وقتشه که من تو رو آزاد بکنم، و یه رفعه به سر عروسک شلیک میکنه. با ترکیدن گلوله توی سر عروسک یه رفعه از پشت سر لی هم یه دودی بلند میشه و میفته زمین و از حال میره. در حالی که بیهوشه خاطراتی از بچگیش میبینیم، یه قصه بوده که مادرش براش تعریف میکرده، ولی حالا متوجه میشه این واقعیت زندگی خودشون بوده. مادر موقع تعریف این قصه میگفته یه خانواده خیلی تنها بودن و هیچکی رو نداشتن، یه روز عروسک سازی میاد پیششون و شروع به کار شیطانی خودش میکنه، عروسک هایی رو درست میکنه که باعث میشن دختر کوچولوها همه چیزو فراموش کنن. توپی که توی سر اون عروسک هاست مثل راهنمای زندگی این دخترها میشه. عروسک ساز میخواسته دختر این خانواده که حالا میدونی منظورش لیه رو با خودش ببره، اما مادر با کلی التماس و خواهش موفق میشه عروسک ساز رو قانع کنه که همکارش بشه، به شرطی که جون دخترش رو ببخشه، و اونم همین کارو انجام میده. تا قبل این اتفاق مادر یه پرستار بوده و توی کلیسا هم کار میکرده، اما بعد اون یه شخصیت شیطانی میشه، با همون لباس خودش به در خونه های مختلف میره و بهشون میگه که یه عروسک از کلیسا برنده شدید، و عروسک رو بهشون تحویل میده، بلکه که اتفاقای وحشتناکی توی خونه این خانواده ها میفته چون شیطان توی عروسک ها قایم میشد و ذهن اونها رو به دست خودش میگرفته. وقتی لی به هوش میاد تو زیر زمین خونه مادرش و عروسک سازی رو میبینه، و حالا میفهمه مادر خودش همکار همون لندراز بوده. یه دفعه تلفن زنگ میخوره، وقتی لی جواب میده صدای شیطانیه که بهش میگه خانواده کارتر و دخترش روبیو یارت نره، تولد اون دختر داره دیر میشه. لی سریع از اونجا حرکت میکنه و به سمت خونه همکارش کارتر میاد. وقتی میرسه کارتر و همسرش درو باز میکنن و با خوشحالی بهش میگن چقدر خوب به موقع رسیدی، مادرت هم تازه اومده بود و کادوشو بهمون داده. لی با وحشت میدوه داخل و میبینه دختر خانواده داره با عروسکی که مادرش آورده بازی میکنه. لی سریع داد میزنه که مادر من همکار لندراز بوده، اون خطرناکه، اما کارتر میگه این قضیه رو باید فراموش کنی، همه چیز تموم شده و بس کن. همسر کارتر بهش میگه برو کیکو بیار، اونم میره تو آشپزخونه. همسرش هم دنبالش راه میفته و همین لحظه مادر لی بهش میگه کار اون زن تمومه، نفر بعدی هم دخترشونه. لی با گریه مادرش میپرسه چرا داری این کارو میکنی، اونم جواب میده برای اینکه
اگه نکنم تا ابد تو جهنم میسوزیم. من این کارو دارم میکنم تا تو بتونی بزرگ بشی. این قراری بود که با شیطان گذاشتم و مجبورم بهش عمل کنم. لحظاتی بعد کارتر با یه چاقوی خونی از آشپزخونه بیرون میاد. لیز سری اسلحه‌اش رو سمتش میگیره و قبل اینکه جون دخترش به خطر بیفته به اون شلیک میکنه. حالا مادر لی بلمیشو میگه نباید جلوی کارهای شیطان رو بگیری و میخواد به سمت بچه حمله کنه که لی اسلحه رو سمت اونم میچکونه. حالا دست دختر کارتر رو میگیره و پشت خودش نگهش میداره و سمت سر عروسک میخواد شلیک کنه که میفهمه هیچ گلوله‌ای براش نمونده. سکانس آخر فیلم لین دراز رو میبینیم که داره شعر تولدت مبارک رو برای لی میخونه. در آخر جمله‌اش انقدر فریاد میزنه که تولدت مبارک تبدیل به جمله درود بر شیطان میشه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. همونطوری که گفتم سبک فیلم مقدار شباهت داره به 7، البته که نه از لحاظ کپی کردن، از لحاظ اینکه ما یه آدم روانی رو داریم که میخواد از چیزهای شیطانی الهام بگیره. البته توی 7 میخواست به روایت دیگه مثلا از انجیل کاریو انجام بده، اما این سبک کارگاهی بودنش، کدنگاری بودن نامه ها شباهت زیادی با فیلم 7 و یه جایشون شبیه فیلم زودیاک. ما تو فیلم با یه فرقه مواجهیم که برای خدمت به شیطان از هیچ کاری سرباز نمیزنن، حاضرن که حتی خودشونو فدا بکنن و خیلی حرفای قشنگی توی فیلم زده میشه. قشنگ که منظورم اینه حرفای کددار، مثلا همون جایی که لی داره با لیندرا صحبت میکنه، اون بهش میگه که همه ای ما بهمون این کادو داده میشه، این هدیه داده میشه، یا باید ازش روی خودمون و دیگرانی که دورمونن استفاده کنیم و آخر خودمون رو نابود کنیم، یا تصمیم بگیریم که سر خم کنیم و تا ابد کارهای اون شیطانه رو انجام بدیم. که این میشه همون یه سری که خانواده‌شون رو بین بردن و کسایی که مثل مادر لی حاضرن به شیطان خدمت کنن تا بتونن کارهای اون رو انجام بدن. خلاص که فیلم خیلی خفنی، امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم، روزتونم گلسیه.